سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوب خوب مثل همیشه. من زهرا سروش به همراه مهمان برنامه‌مون آقای سم همراهتون هستیم تا باز هم از زیبایی و قشنگی و مهربونی و چیزایی که ما رو میبره تو جاده خوشحالی حرف بزنیم. سم عزیز، خوش آمدی به برنامه. سلام، ممنون، مرسی. اول تشکر میکنم بابت دعوتتون. دوباره که سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه تپش. منم تشکر میکنم. این کت خوش رنگ زیبای قشنگی رو که تن من میبینید و اون لباس زیرش، البته اینو هنوز من در نیاوردم که نشون بدم که نوعه، با همین الان این لباس گیرم اومده، طراحی ایشون هستش. اسمش چیه؟ روشنک. بله، روشنک اسم برندته، اسم یکی از لاینامه. بعدش که این کارو من با آقای علی معصومی بله این کارو انجام دادیم. بعد چون مثلا لاین مردونم زیبرا بوده، لاین خرقه داشتم، لاین تاپمن داشتم، بعد هر سال یه لاین. من بعد از برنامه اینو یا میچینمش، ولی خیلی قشنگه. خودش هم یه حالت نگین زیبایی خوشم، من فکر می کردم میتونه گردن بندم بشه، خیلی هم طرحش زیباست. همه یه حاشیه ها و ریزکاری ها در نظر گرفته شده. من میخواستم از سم بپرسم راجع به لباس. بعد دیدم خب توی دیزاین مو، هرکات، کالر، ورزش، نمیدونم دانشگاه، همه زمینه نامبر وان بوده. باید ازش بپرسم چه کاری رو نمی کنی، ولی هر چیزی که مربوط هستش به طراحی، چون اصولا کسی که تالنت یا استعداد یه چیز رو داره و خالق هست، اصلا ذهنش خلاق هست، همه ما میدونیم که حتی اگه یه مواد اولیه غذا هم بهش بدی، یه طرحی براش میریزه، یه غذای خوب درست میکنه. یعنی تو تمام زمینه ها میتونه خالق باشه و خلاق باشه در مورد کارش. حالا از گذشته بگو که ورزشکار بودی و نامبر وان توی والیبال، تا برسیم به لباس و مو و چیزایی. اولا که نظر لطف شماست. خیلیش. بله، من عاشق ورزش بودم. تو رشته والیبال از دوره راهنمایی شروع کردم. از تیم مدارس رفتم استانی، از استانی رفتم کشوری، بعدم باشگاهی. اون باعث شد قدت بلند باشه یا اینکه قدت بلند بود که رفتی والیبال؟ میگن حلال‌زاده به داییش میره. داییام قد بلند بودن، ولی ورزشم خیلی کمکم کرد. بعد من شروع ورزشم از تیم منتخب تهران بود، بعد سوپر لیگ بود، بعد توی تیم هما بازی کردم، ایران ایر، بعد پرسپولیس با آقای شالیسی، بعد تیم پیکان سری رفتم یه دوره بازی کردم، بعد تیم برق بودم، بعد سنان بودم. از همینجا هم عرض سلام دارم به تمام مربیام و سرمربی ها که برای من خیلی زحمت کشیدن، آقای ناصر شهنازی، فرهاد داخم، همچنین آقای حسن شالیسی و علی صادقی و خیلی از مربی دیگه. خیلی هم ممنون هستیم که به یاد عزیزانت هستی، کسایی ممنون که تو رو به این مرحله رسوندن. حالا چی شد که یه دفعه جامپ کردی، پریدی تو دنیای طراحی و زیبایی و لباس و کارای آرایش؟ من دوره دبیرستان که خب ورزش میکردم، اون موقع یه تب داغ بین همه جوانا بود، تب مد و فشن عکاسی. درسته. بعد همه بچه که دوربین دستشون بود تو منطقه اکباتان، آزادی، انقلاب، اون موقع به قول خودمون اصطلاح هنری خیلی مد بود. درسته. بعد تو این کوچه خیابونا از هم دیگه عکس میگرفتیم. از همونجا دیگه وارد مدل انتخابی یکی از بچه‌هاشم تو دانشگاه سوره، بعد از همونجا تونستم ارتباطاتمو بیشتر بکنم، بعد تو عکاسی مختلف شرکت کردم. کار مدلینگ هم کردم. کار مدلینگ می‌کردم. اصلا از مدلینگ وارد طراحی شدم. بعدش خب وارد خب کشورهای حاشیه اطراف ایران شدم، یعنی همون ترکیه و دبی و بعد کشورهای دیگه اروپای شرقی شروع کردم. و همچنین دیگه ما بین اونا احساس کردم که طراحی خیلی بهتره. یعنی لباسایی که طرح میکردن بهت میدادن، میپوشیدی، راه میرفتی، فشن کار میکردی، یه دفعه تو رو به این فکر انداخت که منم این کاره میتونم باشم. دقیقاً. بله، به خاطر اینکه احساس میکردم که من یه مدت زمانی دارم، یه دوره‌ای دارم. چون همیشه عاشق این هنر بودم، عاشق دنیای مد بودم، میخواستم خودم موندگار بکنم. به خاطر همین دیگه تصمیم گرفتم که به طراح خوبی بشم. بعد دیگه یواش یواش شروع کردم، بعد چون ارتباطاتم میشناختم تونستم حالا یه کوچولو پیشرفت بکنم. خواهش می‌کنم. الانم که
در لس آنجلس کنار ما هستی و ما از این موضوع خیلی خوشحالیم. ممنون، مرسی. چه کارایی میکنی در زمینه تری؟ حالا کتایی که من دیدم حتی انکر وومن ها پوشیدن، کسایی که تو کار تلویزیون و جلو دوربین هستن بیشتر از کارها دارن استفاده میکنن. در مهمانی زیبای تپش من طرحهایی که تن خانمای مختلفی بود که زحمت کشیده بودی رو دیدم، از جمله خانم مهسا احمدی که لباس بسیار فاخر و زیبایی پوشیده بود. حالا اگر تصویرش هم باشه ما از همکاران میخوایم که نشون بدن. شما زحمت کشیده بودی توی رد کارپت ایشون که چند روز پیش بود، باز دوباره لباس بسیار زیبایی رو طرح کرده بودی، لباسایی که برای عزیزان و همکاران ما هست و این نشون دهنده ذوقت هست که واقعا خیلی هم موفق هستی تو این زمینه. تو کار مو و هرکات هم من میدونم که خیلی ماهر هستی و حتی از کشورهای مختلف ازت دعوت میکنن که در شوهای مختلف شرکت بکنی. چی شد که به این قسمت باز علاقه مند شدی؟ اینم برای ما به هر حال برای جوانایی که علاقه مندن به این کارها خوبه که تجربیاتی تو در میان بذاری. بله، از اونجا به قول خودم یه فلشبک بزنیم به دنیای طراحی. آره. زمانی که طراحی میکردم داستانش از اینجا شروع شد که موقع طراحی که داشتم انجام میدادم، بعد خب اولین سری از لباسام که آماده شد میخواستیم ما عکاسی و کلیپ بزنیم و بعد شروع کنیم که بیایم رو ژورنال و یه مقدار خودمون رو بیشتر به مردم بشناسونیم. و اون کسی که قرار برای من کار یعنی گیریم و کار مو رو درست بکنه نیومد. آها. و کار من یه مقدار توش تاخیر افتاد. اونجا بود که به خودم قول دادم که برم خب حداقل خودم هم یاد بگیرم. و عقیده ای هم که داشتم آدمایی که میخوان تو زمینه مد و هنر و فشن بخوان خیلی بهتر جا بیفتن باید بدونن از هر چیزی باید یه سررشته کوچیکی داشته باشن، که منم اون سررشته کوچیک یهو باعث شد که غرق این دنیای مد و هنر و میکاپ و مو شدم. آهان، نیاز در حقیقت احتیاج بره. میگن که زمانی که آدم مستصل میشه و نیازمند میشه اون وقت خلق میکنه و بیشتر اختراعات و ابداعات بشر هم در طول تاریخ به خاطر نیاز و تنگناهایی بوده که در زندگیش به وجود میومده و مجبور بوده که خلق بکنه. بره. پس این موضوع توی زندگی تو هم به وجود اومد که الان چه تفاوتی بین هرکاتی که شما انجام میدی فکر میکنی با دیگران هست؟ چه فرقی میکنه که این همه مورد استقبال قرار گرفته؟ شاید مردم به من لطف دارن. بعد نه خب متفاوته حتما، به خاطر اینکه من زمانی که خودم مدل بودم میدونم که یه مدل به چه چیزی احتیاج داره. درست. و زمانی که یه طراح یا کسی که میخواست از من عکاسی بکنه به من میگفت چه کاری انجام بده و این تو ذهن من باقی موند. و زمانی هم که کسی که میاد زیر دست من میشینه یا از من میپرسی که سم چه چیزی به من میاد، من به دوران گذشته خودم برمیگردم. یه مقدار در مورد کارشون میپرسم، درباره شخصیتشون، علاقهشون و کاملا گوش میکنم. یعنی یه آدم موفق تو این رشته کسی که اول شنونده خیلی قوی باشه، بدون طرف مقابلش چه چیزی رو احتیاجه، به چه چیزی نیازمنده. بعد از اون تشخیص میدم که باید چیکار کنم و سعی میکنم با دقت برام 20 دقیقه یا یک ساعت کار کردنش مهم نیست. مهم این کسی که بلند میشه با لبخند بلند بشه. شاید این باعث دقیقاً شاید این باعث میشه که خیلیا دوست دارن و سعی میکنم خلاق باشم. روش زدنم به قول خودمون اون قیچی که تو دستم میگیرم یا استایلی که تو دستم میگیرم یه مقدار سعی میکنم متفاوت تر باشه. متفاوت باشه. ببین بعضی وقتا من همکارانی رو سراغ دارم سم عزیز که حالا اون مشتریشون یا کسی که مراجعه کننده هست سلیقه‌شو میگه، عقیده‌شو میگه، عکسو نشون میده، حرفشو میزنه، یا مثل یه آشپز میگی من این طعمو میخوام، این تیستو دوست دارم، ولی وقتی میره تو آشپزخونه کار خودشو میکنه برمیگرده. بیشتر همکاران هم حالا چه در مورد لباس چه در مورد آرایش، من فکر میکنم نقطه‌ای که توجه زیاد بهش نمیکنن اینه که به قول فرموش شما گوش نمیدن و به سلیقه، چون بیشتر زیبایی سلیقه هم هست. کسی که سالها عادت کرده به یک مدل و به یک روش، من نمیتونم یه دفعه متحولش کنم، به خصوص در انسانهای معمولی. حالا در سالن مد میشه این کار بکنی، چون به مدلت میگی که چشماتو ببند، کاری نداشته باش، به هر حال اون خودشو در اختیار اون قضیه بیزینسه براش.
ولی کسی که میخواد خوشحال باشه و سالها دوست داره خودشو با اون شکل تو آینه ببینه، من فکر میکنم بیشتر باید بهش توجه بشه. دقیقا، بخاطر اینکه آدم ها به زیبایی احتیاج دارن. من از اینکه آدم ها زیبا باشن خوشحال میشم. بخاطر اینکه کسی که زمانی که کسی که وارد اون سالن زیبایی یا اون اسپای شما میشه و توقع داره که یه تغییری تو خودش ببینه، ما نمیتونیم بگیم که این به شما میاد این به شما نمیاد. ما باید بدونیم که اون طرف تو اون لحظه تو اون شرایط به چه چیزی خوشحالش میکنه. شاید یکی از چیزهایی که باعث شده که یه مقدار کارم متفاوت بشه اینه که نترستر کار میکنم. به خاطر اینکه کسی که میاد پیش من از من میپرسه، شاید بسام اتفاق افتاده بین دوستان خودم دقیقا، میان که وقتی زمانی که سوال میکنن میخوان یه کاری رو انجام بدن، هنوز اون کسی که داره این کار رو سرش انجام میده همش ترس داره که با این کار بهش میاد نمیاد، اون با اون نگاهشون دلهوره رو به طرف مقابلش انتقال میده. اما بیشتر بچه هایی که میان با من کار میکنن، چون میدونن من پیش زمینه یا از گذشتم، از گذشته مد و فشنه، هیچ وقت به من نمیگن که برای ما چه چیزی رو انجام بده. میگم ما اومدیم هر کاری که خود صلاح میدونی انجام بده. شاید مطمئن. آره، شاید اون حس اطمینان است که منو خیلی قوی تر میکنه. ببین، همیشه من توی شعارهایی که تو برنامه‌های مختلف دارم میگم که زیبایی همه چیز است. هم در فلسفه، هم در روانشناسی، هم در زندگی معمولیمون. صبح که از خواب پا میشیم، اگر فقط به زیبایی فکر کنیم، دیگه نه غیبت میکنیم، نه کار بد میکنیم. وقتی که زندگیمون رو پر از کارهای زیبا و خوب میکنیم. ببینی شما الان از هر طرف که میری، یا توی دنیای مد لباس فکر میکنی، یا در دنیای مد زیبایی و میکاپ و نمیدونم کوتاهی و رنگ فکر میکنی، پس بنابراین زمانت پر میشه از خوبی ها. دیگه تایم و زمانی نداری برای اینکه حالا به افسردگی آدم برسه، به فکر بد برسه. همیشه میگن که این افکار مثل یک کتاب، مثل یک دفترچه، ورق به ورق خودشون میان، مثل نسیمی که میزنه اینا ورق میخوره. ما باید هر ورقیش که اذیتمون میکنه رو ببریمش کنار و ورق بعدی رو بیاریم. اه. که بریم به سوی زیبایی. و این من به تبریک میگم، چون کل زندگی تو که داری تعریف میکنی پر بوده از خلاقیت و ورزش و زیبایی و ماها که مصرف کننده حالا پروداکت یا محصول شما هستیم، هر کسی هر محصولی داره، باید شکرگزار باشیم. یه چیز قشنگی که من از هندی ها یاد گرفتم، هندی ها، اینه که خیلی شکرگزارن. 72 ملت کنار همدیگه زندگی میکنن، کاری به کار هم ندارن. جنرالی یا عمومی دارم میگم، حالا ممکنه استثناء هم باشه، ولی میبینیم که مثلا پلیساشون حالا روی رسم اون زمان انگلیس ها حتی اسلحه تو دست نمیگیرن. اینا یه چیزای زیباییه که آدم باید یاد بگیره. یه خدمتکاری که هندی هست، وقتی که میره کارشو انجام میده و حالا تمیزکاریشو میکنه یا کار میکنه، شکرگزار خدا میشه یا شکرگزار هر چیزی که اعتقاد داره، برای اینکه این کسی که این خونه رو داره وجود داره که این بتونه این خونه رو تمیز کنه و زندگی اموراتش رو از این راه بگذرونه. ولی ما حالا خودمون، چون من خودم ایرانی هستم میگم، وقتی که یه تالنت رو میبینیم، یه زیبایی رو میبینیم، باید تشکر کنیم، تفاوت‌ها رو قبول بکنیم و کامنت هامون رو یه ذره روش توجه بکنیم. فقط از روی خشم و عصبانیت و ببخشین حسادت و مسائل دیگه نباشه. این به خاطر اینه که الان این دوربین و این میکروفون و این هنرمند در کنار منه و میتونم ازش استفاده بکنم، از این تایم که یه فکری من بکنم که از این به بعد هر وقت کار قشنگ میبینم یا متفاوت، که از نظر من متفاوت، ممکنه از نظر منم زیاد قشنگ نباشه، قدردانی بکنم. و واقعا من قدر کارهایی که شما انجام میدی رو میدونم. میدونم مصرف کننده در کشورهای مختلف، در تاجیک ها، عرب ها، تمام کشورهایی که میری قدرت رو میدونن. ما هموطنان عزیز، هم ما و هموطنان خوبمون هم حتما قدر شما کسایی که تو کار هنر هستین. چون کسی که تو کار هنره، ببین شما این لباس تو زحمت کشیدی، تایم گذاشتی، رنگش رو انتخاب کردی، جنس رو انتخاب کردی، روش فکر کردی، طراحی کردی. خب این زیبایی توی ذهن
نوع وجودت، نمیتونی بیای پرت کنی بگی که بیا خانم سروش اینم مال تو، حتما دوست داشته باش. حتما اون حرکتت هم زیباست، حتما به همراه این لباس حرکت زیبایی هم میکنی، تعارف میکنی. اینا همش یه مجموعه ایه که وقتی یه نفر تو وجودش هست ما باید قدردانی بکنیم. و یه مژده هم بدم ببیننده ها که قراره از این به بعد بیشتر باهات همراه باشیم در تلویزیون تپش. قراره که ما یه برنامه رو شروع بکنیم، از وجود سم عزیز استفاده بکنیم که بتونیم راجع به طراحی پارچه ها، چه لباسی به چه هیکلی میاد، چطوری انتخاب بکنیم، چه آرایشی رو انتخاب بکنیم، چه مدل موی رو انتخاب بکنیم، و خلاصه هم سرگرمی باشه برنامه، هم مفید و آموزنده. بله ممنون، مرسی. خیلی خوشحال شدم که اینجا هستم در خدمت شما. من همینجا که نشستم از شما دارم انرژی مثبت میگیرم، شاید از اینجا که برم بیرون یه ذره قوی تر کار بکنم، به خاطر اینکه اون حس مسئولیت پذیری تو این کار رو خیلی دوست دارم. خیلی خوبه. امیدوارم که بتونم موفق تر باشم و بتونم آدم های بیشتری خوشحال بکنم. حتما هم اینطور خواهد بود. میگه از کوزه همان تراوت که در روست، نمیشه که انرژی مثبت ازش چیز دیگه ساتر بشه. بله. حتما انرژی مثبت اثر میذاره. دیدی که یه دفعه ناخودآگاه از اینکه خوشت میاد، اصلا هم باهاش زندگی نکردی یا کاری هم نکرده باهات، ولی دوستش داری. این به خاطر انرژیشه. بله. یه سوال بکنم. بفهمه. این لباس تو چرا انتخابش کردی؟ هم خاکستری هم چارخونه های خیلی کم رنگ هماهنگ با خودش، خاکستری روشن و تیره است. این لباسو من یه مقدار سبک کلاسیکو خیلی دوست دارم. کلن همیشه آرزوم بود که کاش دوران گذشته به دنیا می اومدم. آره، بخاطر همین کلاسیکو خیلی دوست دارم و این استایل کارمه. زمانی که کار میکنم دوست دارم همیشه تمیز باشم. یعنی زمانی هم که بخوام با مشتری کار بکنم همیشه همین جوری هستم. اون حالت اون نوع پوشش منه. به خاطر این انتخاب کردم که شاید خودم رو اینجوری تو دل کسایی که با من کار میکنن جا انداختم. آها. و این باعث شد که اصلا انگار رفته تو خونم. حالت استایل خودمه. سعی میکنم همیشه تا آخرم اینجوری باشم. خاکستری هم اصولا یه رنگ خونساست، درسته؟ بله. رنگیه که تمام رنگ ها بهش مچ میشه. من میگم مثلا مبلمون اگه خاکستری انتخاب کنیم، وقت بالش های روش رو مثلا من میتونم رنگ و رنگ عوض بکنم. بله. برام خوبی میشه. من میدونم که همه بینندگان خوب تپش تحول خیلی خوبی رو میبینن توی رنگ و آب برامی که در کنارت خواهیم داشت. حتما. چشم. سعی میکنم صادقانه در خدمت شما باشم، صادقانم جواب بدم. من فقط یه من میتونم یه جمله بگم؟ حتما. همه جمله ها مال شماست، من اضافی دارم حرف میزنم. نه خواهش میکنم، من سعی میکنم که چیزی که خوب است رو بگم خوبه، چیزی که بد است نمیگم بد است، یا مثلا بگم که وای این بد است اما شما استفاده کنید. چیزی که بده میگم بده و چیزی که خوبه خوبه، و همیشه واسه اون چیزی که بده جایگزین خوب انتخاب میکنم. سعی میکنم همیشه اینجوری باشم. شاید اینم باعث شده که مردم به من لطف دارن. خیلی زیاد تو قید و بند این نیستم که کسی که میاد احساس کنه که وای من امروز چقدر درآمد دارم. ترجیح میدم که کسی که میاد پیشم یاد بگیره بره، خوشحال بره، خوشحال باشه. آره، خوشحال باشه، از من یه چیزی یاد بگیره که در زندگی خودش استفاده بکنه، و بعدش هم اگر یه جایی هم نشست بگه اوکی من همیشه پیش یه نفر میرم. که الان بیشتر کسایی هم که پیش من میان جدید نیستن. همه بچه‌هایی هستن که مدت هاست کنار من هست. به همه ما دیگه خودتون هم تجربه کردین میدونین، همه ما عاشق اینیم که خوب سرویس بهمون داده بشه. یعنی اون پمپرز کردن یا اون نوع برخورد فرد و انرژی که ازش میگیریم خیلی خیلی بیشتر برامون مهمه. مثلا یه رستوران معمولی میری ممکنه یه نیم رو بذاره جلوت، ولی اون انرژی که بهت میده و اهمیتی که به حضور و وجود، مثلا اسم یک شخص براش محترم، اسمشو خوب به کار بردن، یا اینکه تیکرش بکنی که چی میخوای چی نمیخوای، و بدونی که یه نفر مواظبته، حواسش بهت هست، زمانشو داره برای تو میذاره، اون اهمیت دادنه که بعضی دوست دارن پولشونو بهت بدن. مثلا میان پیش سم لباسشون رو براشون انجام میدی یا موهاشون رو یه قیمتی میگی، اون دوست داره بیشتر بده، تیپ بیشتری بده و خوشحاله از این که بعضی وقتا $2 یه جا خرج میکنی ولی عصبانی هستی. ده. میگی نه ای کاش این $2 هم زیادش بود نداده بودم. یه موقع هرچی بیشترم پولتو مصرف کردی ولی خوشحالی. اون خیلی مهمه که خودت اینو داری تو وجودت. بله دقیقاً.
اون برمیگرده به اون که چه انرژی به طرف مقابلت انتقال میدی. اولین چیزی که بیشتر کار من اصولا با خانوماست، آقایون هم باشون کار میکنن، ولی همیشه توی دنیای زیبایی و دنیای مو همیشه جنس مخالف گرایش به جنس مخالف داره. اعتماد پذیریش بیشتره. مثل که یه آشپز خوب، نمیگم حالا این حرف من فقط نیست، نه میگن همه آقایون بیشتر آشپزیشون خوبه، دقیقا توی کار مو هم آقایون خانم بهشون بیشتر اعتماد میکنن. بعد اون توی دنیای مو به نظرم باید یه بازیگر خوبی هم باشی، خوش برخورد باشی، امکان داره اون کسی که پیش شما میاد خیلی اون روز بدی و گذرونده باشه، باید همیشه لبخند به لباتون باشه، انرژی مثبت انتقال بدید، خوشبو باشین، خوشپوش باشین، و این باعث میشه که شما موفق تر بشین. و بر من اتفاق افتاده، بعد اون موقع کسی که میخواد هزینه بکنه دیگه تو قید و بند این نیستش که حالا یه مقدار بالا باشه یه مقدار پایین باشه. همین که حالش خوب میشه، خوشحال میره، همیشه برمیگرده. ما همه کارا تو دنیا میکنیم که حالمون خوب باشه. برای حال خوب و حال خوش و خوشبختی و آرامش داریم کار میکنیم. امیدواریم که این برنامه ها و مهمانان عزیزی که انتخاب میکنیم و دعوتشون میکنیم، و مرسی که دعوت رو پذیرفتی و سپاسگزارم از لباس قشنگی که بهم هدیه دادی، باز هم بتونیم همراهت باشیم، برنامه قشنگی رو بسازیم. حالا حالا ها با سم کار داریم، میخوایم از استعدادش، از حضورش، از آیدیاها و افکاری که داره استفاده بکنیم، چون که همیشه میگن دو تا فاکتور هست که زندگی تو رو مشخص میکنه که کجا داری میری و هدفت چیه. یکی کتابهایی که میخونی، یکی افرادی که باشون معاشرت میکنی، افرادی که در روز 5 نفر 6 نفر، افرادی که نزدیک دستن، یا برنامه هایی که میبینید. حالا برنامه هم جز دوستان میشن دیگه، شما انتخاب میکنین چه برنامه‌ای رو ببینین. ممکنه بریم خبرها که اکثرا بده، خبرهای بد و هی مدام و مدام یه ردیف خوندنش رو در جریان قرار گرفتن اشکال نداره، ولی اینکه همش تو خبرهای بد باشیم، خب ما هم ناخودآگاه ذهنمون آشفته میشه. ولی برنامه های شاد رو بیشتر انتخاب بکنیم، مثل برنامه هایی که قراره در کنار سم عزیز باشیم و هممون خوشحال بشیم. ممنون. اگه صحبتی داری در خدمتت هستیم و خداحافظی بکنیم با این امید که تا زود زود همراهت باشیم با برنامه های خوب. نه ممنون، مرسی. از همینجا فقط درخواست میکنم که ایرانی ها هم شبکه های تلویزیونی ایرانی و هم هنرمندای ایرانی رو حمایت بکنن، چون ما اینجا یه قشر کوچیک هستیم. حمایت بچه های داخل ایران هم احتیاج داریم تا بتونیم قوی تر بریم جلو. و دوم این که انرژی خوب شما باعث میشه که ما بیشتر و محکمتر و موفق تر باشیم. موفق باشیم. ممنون. مرسی از اینکه همراه ما بودید. تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.